میخوام که به دلیل اینکه وقت کمه کمک های مالی همرزما رو اعلام کنم که جمعش هست 4300 یورو، نادر 200 یورو، زینت 50 یورو، ایسا 400 یورو، مرتضا 2000 یورو، حمید 400 یورو، احمد 750 یورو و خودم هم مبلغ ناقابل 500 یورو برگ سبزی است که تقدیم حضورتان بکنم. و ازتون اجازه میخوام دو تا پیام کوتاه داشتم. اولین پیام برای برادر مسعوده. برادر، برای سرنگونی حکومت ضد بشر و زنستیز آخوندی حاضر حاضر حاضر. و دومین پیامم برای خامنه ای دجال، خامنه ای جاروت میکنی. با تشکر. درود بر شما محمود عزیز و سلام میکنیم به هموطنان عزیزمون سعید و سهیلا از سوئد. الو سلام. سلام علیکم. با یاد و درود به برادر مجاهدمان تاجدیان، مجاهد صدیق که رستگار و جاودانه شد، و همچنین با سلام به برادر گرامی کلاقای کلانی و خواهر گرامی هم اسمشون سلام پرو. بله، خیلی خوشحالم که در این وقت با شما صحبت میکنم و همچنین با سلام و درود به برادر مجاهد، برادر مسعود خالق هلال اشرف و کانونهای شورشی و خواهر عزیزم مریم رئیس جمهور برگزیده مقاومت. همچنین با درود و ادای احترام به شهیدان به خون خفته، به خصوص شهدای گرانقدر قیام قهرمانانه آبانماه و کانونهای شورشی که با مقاومت و شجاعت دستی به رژیم دادن که هرگز فراموش نخواهد کرد. من و سعید مبلغ 10,000 کرون در طبق اخلاص تقدیم گردیدان آزادی می کنم، سیمای آزادی که روشنی بخش خانه های ماست. در ضمن من نمیخواستم اینجا اسم چند تا از یاران مقاومت رو که به من محول کردن که کمکاشون رو بخونم براتون. سعید 500 کرون، خانومی به نام خانومی پرستار هستن 300 کرون، یه هموطنه ایرانی 200 کرون، نازنین 300 کرون، آرمان 200 کرون. متشکرم از وقتی که به من دادین، چون که واقعا میدونم خیلی پشت خط هستن. از این شبتون بخیر، موفق و پیروز باشید. درود بر شما. اجازه بدین سعید از هلند رو هم بشنویم، بعد شما نکته‌ای داشتین بفرمایید. دوستمون سعید از هلند، سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خطا نباشید. درود میفرستم به خواهرمون کلوغ، به برادرمون مسعود کلانی و گردانندگان تیمای آزادی. سلام از ماست. تیمای قیام ملت اسیرمون رو به تصویر میکشن. با سلام به برادرمون مسعود و خواهرمون مریم، درود میفرستم به کانون شدی. درود و سلام میکنم به تمام بچه های اشرف سر و اشرف نشان ها. با تعظیم و درود به شهدای قیام، در 24مین گلریزان افتخار دارم که در این همیاری شرکت کنم. به دلیل اینکه یاران پای خط هستن، من فقط کمک‌ها رو اعلام میکنم. سعید، راهله، طاهره، وحید، هنگامه، هلن و نوه‌های کوچکم 750 یورو. یه سری حامیان خارجی که 120 اورو کمک کردن، 500 اورو از طرف یکی از حامیان هلندی به نام مارتیست که کمک کرده، در مجموع کمک جمعی 1370 اورو. کمک های غیر نقدی 2 عدد کامپیوتر از طرف الهام و رضا و 1 عدد انگشتر از طرف خواهرمون حمیده. فقدان برادرمون دوستان تاجدیان را به همه تسلیت میگویم. براندازم، قصه نباشید. درود بر شما سعید عزیز، بفرمایید شما اگه نکته‌ای دارین. من سلام میکنم. موجز باشه و چشم. سلام میکنم مجدد به برادر محمود از آلمان، سعید و سهیلا و همچنین سعید از هلند. برادر سعید،
از هلند نوای کوچکتون رو ببوسین از طرف ما و از حامیان هلندی هم تشکر کنین، از همه خواهران و برادرانی که کمک کردن در این کار جمعی شرکت کردن تشکر فراوان میکنم. و چقدر ارزشمند اون انگشتری که خواهرمون حمیده در این همیاری کمک کردن. درود بر شما. سلام میکنم به خواهرمون معصومه از سوئد. با سلام بر شما برادر مسعود کلانی. درود بر شما. عزیزتون خواهر فروغ. سلام از ما و تمامی دستاندرکاران سیمای آزادی که با تلاش و کوشش شبانه روزیشون صدای مردم ایران را به جهان و جهانیان میرسونن. و با درود به روان پاک مجاهد خلق صمد ساجدیان که از مجاهدان وارسته‌ای بود که با مجاهدت و نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ به نبرد برخاست و رستگار و جاودانه شد. و با سلام و تسلیت بر خواهران و برادران مجاهدم در اشرف سه که باید درس مقاومت و ایستادگی رو از آنها آموخت. و سلام بر قلب‌های پر از شور و عشقی که از حرکت باز ایستاد تا قلب قیام برای آزادی همچنان در تپش باشد. و با تعظیم و ادای احترام در مقابل شهدای به خون خفته خلق که بیش از 1500 شهید قیام خونین آبان از بهبهان تا شیراز، از اصفهان تا اهواز، از نیزار خونین هرمزگان که وقتی اسمش میاد قلب آدم به درد میاد از بس که ابعاد این جنایت وسیع بوده، و سراسر شهرهای ایران زمین که با فریادها و ایثار جانشون کاخ ولایت خامنه‌ای رو به لرزه انداختن. و سلام و درود بر جوانان غیور و قهرمان و شورشگر و جوانان قیام آفرین که با فریاد حق خواهی و با شعارهای مرگ بر خامنه دیکتاتور به جهان و جهانیان نشون دادن که خامنه جنات رو نمیخوان و باید این ولایت به زودی سرنگون بشه. اونا به بهونه بنزین اصل نظام رو نشونه گرفتن. این رشادت ها و شورش های جوانان و کانون های شورشی بود که خامنه ای سرنگونیش رو به چشم خودش دید و دستور شلیک مستقیم به جوانان قهرمان رو داد. و با قطع اینترنت فکر میکرد میتونه در خاموشی مطلق قیام رو سرکوب کنه. آخه بیش از 14 بود که با ظلم و جور، زندان و شکنجه و اعدام توی زندان ها حکومتش رو حفظ کرده بود. غافل از این که از جوشش خون 120,000 مجاهد خلق که جوانان قهرمان به پا خواستن و تا نابودی کاخ ولایت آروم نخواهند شد. و سلام و درود بر خانواده های شهدا و مادران داغدار، مادرانی همچون مادر ناهید شیر بیشه، مادر شهید قیام پویا بختیاری. درود بر شما مادران دلاور که با صلابت و افتخار و با سربلندی در برابر قاتلین جگرگوشه هاتان ایستادید و اجازه ورود به خونه هاتون رو ندادید. این حرفای شما مادر منو به یاد مادرم انداخت که در برابر جلاد اوین لاجوردی جنایتکار چطوری قهرمانانه ایستاد. در تابستان خونین 67 که با فتوای خمینی ملعون 30,000 مجاهد خونفر به دار کردن که 5 نفر از اونها جگرگوشه های مادرم بودن که بعد از 7 سال زندان و شکنجه اعدام شدن، لاجوردی قاتل از مادرم خواست تا با اونها همکاری کنه تا در ازاش شماره قبر فرزنداش رو بگیره. مادرم همچون شما با صلابت و افتخار فریاد میزنه پسرم شیرم حلالت باد که با یزید زمان بیعت نکردی و همچون مولایم حسین برای رسیدن به آزادی شهادت رو برگزیدی. من دست شما مادران رو میبوسم و میگم مادران شهدا ما نمیبخشیم و نفراموش میکنیم و انتقام عزیزامون رو میگیریم. ما هر گوشه از جهان که باشیم همراه با شما میرزمیم، میجنگیم، میمیریم و ایران رو از دست ظالمان پس میگیریم. همون جوری که سردار کبیرمون موسی خیابانی گفت به این نکته ایمان داشته باشیم. انقلاب مال نسل جوان ما، جامعه ما، آینده مال انقلابیون است، آینده مال شماست. آری آینده از آن ما. من افتخار میکنم که امسال هم تونستم در 24مین گلریزان همکاری سیمای آزادی شرکت کنم. سیمای آزادی منعکس کننده نبرد برای آزادیه
انعکاس فریادهای تک تک جوانان قهرمان و شورشیان ایران زمینه، صدای مظلومیت خلق قهرمان و در زنجیرمونه، صدای زندانیان شکنجه شده، صدای اسیران در زنجیره، صدای 35 شهید که با گلوله کشته شدند و در رودخانه های اهواز رها شدند، صدای نکیتای 14 ساله، صدای اون دانش آموز 15 ساله شیرازیه که حین برگشت از هدف گلوله قرار گرفت، صدای شهید قیام گلناز سمسامی که گفته بود یه روز خوب هیچ وقت خودش نمیاد، یعنی پا نداره که بیاد، ما این که باید بیاریمش. آره گلناز جان، آزادی خودش برای ما نمیاد، خونبهای سنگ نمیخواد که شما با نثار خونتون این آزادی رو آب کردید و با قرش و شورش جوانان و مردم قهرمان ایرانی که همراه با ارتش آزادی بخش به رهبریت برادر مسعود رجوی شیر همیشه بیدار که میتوان و باید ایران را از یوغ استبداد دیکتاتوری آزاد و تاج و تخت ولایت را سرنگون کرد که دیر نیست طلوع صبح پیروزی با شعار آتش جواب آتش، آتش آتش شعله برکرد. از اینجا از همه هموطنان عزیزم که در هر کجای دنیا هستند میخوام که در این همیاری شرکت کنند، چرا که شرکت در این گلریزان کمک به خلق در زنجیرمون است و تیریست بر قلب خامنه‌ای. من هم به نوبه خودم که نیاز مبرم وجودی خودم میباشد با افتخار در این کارزار بزرگ گلریزان همیاری شرکت میکنم و کمک های جمعی را از طرف خانواده های شهدا از ایران و دوستان و یاران مقاومت را اعلام میکنم. خانواده های شهدا از ایران: پرویز 20 میلیون تومان، تارا 5 میلیون تومان، منا 5 میلیون تومان، مهناز 300 یورو، نوید از آلمان 200 یورو و برادران داد 1000 کرون، فریبا پناهی 2000 کرون، حنیف میرکی 200 کرون، منا صفا 1000 کرون، آقای راد 2000 کرون، خانم چنور 300 کرون، آقای آسور 300 کرون و آقا جلال 300 کرون. از طرف خودم و خانوادم 15000 کرون به امید پیروزی و مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه. که وقتتون رو نمیگیرم، خسته نباشید. درود بر شما خواهر گرامیمون از سوئد و سلام بر علی از هلند. دوستمون علی از هلند، آیا صدای ما رو دارین؟ با سلام و بله دارم آقای سلامی، با سلام و درود به شما آقای سلامی و مهمان عزیزتون خواهر مجاهد فروغ پولستانی. سلام از ماست و با عرض تسلیت پرواز مجاهد صدیق و بزرگوارمون صمد صادقیان به خلق قهرمان و مجاهدین خلق ایران و با سلام و درود های بیکران به شیر همیشه بیدار مسعود رجوی و ترجمدار صلح آزادی و مهد تاکان مریم رجوی. آقای کلانی اجازه میخوام سرود بیارم در مقابل صلح آزادی بر از مندگان و جوانان شورشی و شورشگر دیاب آبام که با قهرمانی های های سرنگونی رو در پیکر فرد ودیه فرد آقای کلانه، منم به نوبه خودم با کمال افتخار سربلندی و شعب و شور ملادی شرکت خودم رو در 24 گلریزان سیمای اعلام می کنم. من مبلغ 1603 یورو را تقدیم به تیم‌های آزادی که از این مبلغ دو دوست و برادر بسیار گرامی هم دو دستمر دار و پشتیبان همیشگی مقاومت ایران و 40 یورو از طرف احمد زوفان یار و یاور مجاهدین و مقاومت ایران در تمام صحنه ها و روزهای سخت مقاومت ایران و مبلغ 100 یورو با کمال شرمندگی از طرف سیمای آزادی
آقای کلانی، ما اجازه میخوام و این جسارت رو میخوام به خودم بدم، همه یاران سیمای آزادی، از طرف همه اشرف نشان های جهان و از طرف همه جوانان و قانون های شورشی در داخل ایران، از طرف همه اسیران، همه اسیران در بند و از طرف مجاهدین خلق ایران در سیاه ترین محبوب برای زنگیران در ایران، رو به تاریخ بگویم تاریخ به یاد پیش بسپار، تاریخ به یاد پیش بسپار، ما جز نشستگان نبودیم. ما تشکر از سیمای آزادی که این وقت رو در اختیار من گذاشتم، خیلی ممنون. شرف درود بر شما علی عزیز. تشکر از